مهمترین چیزی که هر جایی میتونه زندگی رو به وجود بیاره چیه؟ خب واضحه، آب. آب هر جایی باشه زندگی هم هست. یکی از مهمترین فناوری‌های هر شهری هم سامانه آبرسانی و لوله‌کشی اونه. در نقاطی از دنیا که بارندگی زیاده، آب هم فراوون‌تره و آب شیرین فراوون کار زندگی رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. اما همه دنیا که اینطوری نیست. خیلی جاهای دنیا هست که واقعاً خشکه و آب مثل طلا می‌مونه. مثلا صحرای آفریقا که سر تا سر شمال آفریقا رو پوشونده، در طول سال فقط چند سانتی متر بارون میاد. برای همین تمدن‌های آنچنانی تو این بیابون‌ها شکل نگرفته. فقط یک تمدن آنچنانی اینجا شکل گرفته که هممون میشناسیمش، تمدن مصر باستان. اون تمدنم به خاطر این شکل گرفته که یک شاهرگ حیاتی غول‌پیکر از وسطش عبور میکرده و هنوزم میکنه، رودخانه نیل، بلندترین رودخانه تاریخ جهان. این که میگیم تاریخ جهان برای اینه که تا همین چند دهه پیش فکر میکردن بلندترین رود جهان نیله، اما در سال 1963 دانشگاه برزیل با کمک مؤسسه زمینشناسی آمریکا طول رودخونه آمازون رو دقیق اندازه‌گیری کردن و فهمیدن که آمازون یه خورده از نیل طولانی تره. بگذاریم، برگردیم به صحرای آفریقا. در طول تاریخ اهالی صحرای آفریقا همیشه درگیر جور کردن آب مصرفیشون بودن، البته به غیر از مصر چون همیشه نیل رو داشته. وقتی به قرن 20 میرسیم، جمعیت کشورهای شمال آفریقا بیشتر و بیشتر میشه و مشکلات کم آبی بیشتر نمایان میشه. مثلا این لیبی رو نگاه کنید، کشوری وسیع ولی به عنوان یکی از خشکترین کشورهای دنیا شناخته میشه. اهالی این مناطق همیشه سعی میکردن یه جوری مشکل کم آبیشون رو رفع کنن، اما هیچ موقع موفق نمیشدن که حداقل بتونن یه خورده کشاورزی کنن. سالها میگذره و این مشکل حل نمیشه و لیبی هم جمعیتش بیشتر و بیشتر میشه. در سال 1951 بعد از ده ها سال استعمار ایتالیا، لیبی به استقلال میرسه. کمبود آب در این لیبی باعث میشد هیچ پیشرفتی اینجا صورت نگیره و تازه قبایلی هم که اونجا بودن همیشه با هم درگیری داشتن، بیشترش هم سر آب. دو سال بعد از اینکه لیبی استقلال پیدا کرد، پژوهشگران متوجه شدند که آب اینجا گیر نمیاد، اما یک چیز دیگه پیدا میشه و اونم نفته. اما وقتی بیشتر تجسس کردند و دنبال نفت بودند، متوجه شدند زیر قسمتی از این خاک یک مخزن بزرگ آب زیرزمینیه که میلیون ها سال طول کشیده و ذخیره شده. شاید باورتون نشه زیر این بیابون برهوت مخزن آبی پیدا کردن که به عنوان بزرگترین مخزن آبهای زیرزمینی دنیا شناخته میشه. مخزنی به حجم 2.5 میلیون کیلومتر مربع. یعنی نه تنها زیر لیبی رو گرفته، بلکه قسمتهایش هم تو کشورهای اطرافه. باید بدونید که در زمانهای باستان صحرای آفریقا یک جنگل پرباران بوده، یه جورایی مثل آمازون. و خیلی ها باور دارن این آبی که اون زیره همون موقعها ذخیره شده. عمق این مخزن غول‌پیکر بین 160 تا 600 متره. در دهه 1950 وقتی این مخزن غول‌پیکر در اعماق زمین پیدا میشه، هرچی فکر میکنن که چجوری این آبو بکشن بیرون تا به قیمت مناسبی در بیاد، میبینن نمیشه. به صرفه اینه که آبو از خارج وارد کنن و از اینجا نکشن بیرون، چون گرون در می اومد. در سال 1969 موقعی که لیبی نفت فراوون داره و یکی از پولدارترین کشورهاست، معمر قذافی به قدرت میرسه. قذافی هم تندرو بود هم تمامیت خواه، یا به قولی توتالیتر، ولی با وجود این دوست داشت کشورش رو آباد کنه. اون کارهای زیربنایی زیادی رو شروع میکنه، با وجود اینکه ملت مخالفش بودن و میگفتن این داره پولها رو حروم میکنه، اما اون میدونست داره چی کار میکنه. یکی از کارهای خیلی مهمی که به شدت دنبالش بود همین بود که این آبو بکشه بیرون و لیبی رو از این رو به اون رو بکنه. قذافی به شدت دنبال این کار بود.
گروه‌های مختلف بعد از سال‌ها تحقیقات و بررسی متوجه شدند که یک همچین پروژه‌ای شدنیه و قذافی در سال 1983 اعلام کرد که ما می‌خوایم بزرگترین رودخونه دستساز دنیا رو بسازیم. رودخونه‌ای که از جنوب لیبی سرچشمه می‌گیره و بعد از عبور از شهرهای پرجمعیت لیبی مثل ترابلس میریزه تو دریای مدیترانه، البته اگر چیزیش بمونه، چون قرار بود این آب کاملا در لیبی مصرف بشه. کار در سال 1984 با بودجه‌ای که قذافی تهیه کرده بود شروع میشه. صدها چاه عمیق در مناطق تازربو و سریر میره پایین. برنامه این بود که پمپ‌های قوی روی این چاه‌ها قرار بگیره و این آب فراوون رو بکشه رو زمین و لوله‌های قطور توی خشکی کشیده بشه و این آب از طریق این لوله‌ها به تمام شهرها برسه. هر جایی که مصرف احتیاج داشته باشه از این لوله برداشت کنن، چه کشاورزی چه مصارف دیگه. در حین اینکه چاه‌ها داره حفر میشه، این لوله عظیم هم داره کشیده میشه. بعد از 7 سال فاز اول پروژه به اتمام میرسه. فاز اول که میگیم خودش یک هیولاییه، یعنی 1600 کیلومتر لوله قطور کشیده شده. فاز اول این بود که از آذربو لوله کشیده شده بود به اجدابیا و 2 میلیون متر مکعب آب و منتقل میکرد. این خودش تا اینجا یک پروژه غول‌پیکره. پروژه بعدی که سالها طول میکشه این بود که لوله باید بپیچه سمت چپ و مستقیم تا ترابلس بره جلو و این بزرگترین قسمت کار بود. لوله های فرعی هم میرفت، مثلا به بنغازی یا سرت. بعد از 5 سال لوله به ترابلس میرسه، یعنی در سال 1996. اما قذافی میگفت این کافی نیست و باید چاهای بیشتری تو جنوب غربی بزنیم و از اون طریق هم آبو بیاریم بست کنیم به این شبکه سراسری. میتونیم بگیم این یکی از بزرگترین پروژه های تاریخه که قذافی خوب از پسش بر اومد. این بزرگترین رودخونه دستساز بشر هم هست. امروزه بعد از این خوشسالی‌ها و کمبودهایی که ایجاد شده، این پروژه شاهرگ حیاتی لیبیه. یعنی اگر نباشه لیبی میشه یک خاک مرده. اگر بخوایم کل لوله‌کشی‌های کشور رو اندازه‌گیری کنیم، 6000 کیلومتر لوله کشیده شده. اونم این لوله، نه لوله‌های کوچیک. یعنی مثل این که با یک همچین لوله‌ای از مسکو تا پاریس لوله بکشی. ببینید چه کار بزرگی انجام دادن. از طرف دیگه قذافی برای کل آفریقا هم برنامه داشت و میخواست اقتصاد همه رو را بندازه. این فعالیت‌های قذافی و پیشرفت یک کشور که رو اطرافش هم میتونست تأثیر بذاره، اروپایی‌ها رو خوشحال نمی‌کرد و خوششون نمی‌اومد که این اونجا یک کتازی بکنه. بیشتر از همه اونها هم فرانسه. قذافی آفریقایی‌ها رو جمع می‌کرد و میگفت بیاین یک پول واحد درست کنیم مثل اروپا. پولی قوی که طلای پشتوانش هم ما جور میکنیم. وقتی صحبت از طلا میشه، موضوع جدی میشه. فرانسه که فرانکش تو 14 تا کشور آفریقایی جریان داره، خیلی ناراحت میشه و تصمیم میگیره جلوی این کار قذافی رو بگیره. شاید بگین پول فرانسه که یوروه. بله، یورو پول اتحادیه اروپاست، اما فرانک فرانسه هنوز پول ارزشمندیه و تو خیلی از کشورهای آفریقایی رایجه و سودش هم میره تو جیب فرانسه. یعنی میتونی بگی این 14 کشور آفریقا هنوز مستعمره فرانسه هم. منتها مثل قدیم نیست که لشکرکشی کنن و بگن اینجا مستعمره ماست. امروزه پولش اونجا رایج میکنه و سود اصلی اقتصاد اونها میره تو جیب فرانسه. این 14 کشور رو ببینید، چند تاشون با لیبی مرز مشترک دارن. قذافی به اینها میگفت بیاین یک پول واحد درست کنید و اقتصادتون رو از این رو به اون رو کنید. اگر میخوایم ببینید قذافی چی شد و چه اتفاقی افتاد، این کلیپ رو ببینید. پس اجازه بدیم برگردیم رو پروژه رودخونه. در زمان قذافی لیبی شده بود پولدارترین کشور آفریقا و قذافی موفق شده بود بدون وام‌های خارجی این پروژه رو به پیش ببره، بدون اینکه بدهکاری درست کنه. یک چیز دیگه‌ای که غربی‌ها خوششون نمی‌اومد و می‌گفتن این زیادی دور برداشته. قذافی 27 میلیارد دلار روی این پروژه خرج می‌کنه و یک سنت هم از غربی‌ها کمک نمی‌گیره. تنها کشور خارجی که اجازه میده روی این پروژه کمک کنه کره جنوبی بوده که تا حدودی برای ساخت و ساز به لیبی کمک میکنه، اما اون هیچ روی خوشی به شرکت‌های غربی نشون نمیده.
کشورهای عربی خلیج فارس هم خیلی پول خرج کردن برای آبرسانیشون. اما اول از این که اونها همه آب شیرین کنه که آب دریا رو شیرین میکنن که به محیط زیست به شدت صدمه میزنه. دوم از این خیلی گرونتر از پروژه قذافی در اومده و فرق این رودخونه دستساز با آب شیرین کنهای خلیج فارس اینه که رودخونه دستساز رو یک بار پول دادی تموم شده و دیگه برداشت میکنی بدون صدمه به محیط زیست. اما آبشیرین کنهای اعراب کلی هزینه نگهداری داره و به صورت روزانه هم به محیط زیست داره صدمه میزنه. این رودخونه مصنوعی به قدری لیبی رو زنده کرده که یک کشاورز لیبیایی برای 1000 لیتر آب شیرین فقط 62 سنت آمریکا پرداخت میکنه. و این قیمت برای صحرای آفریقا یا صحرای شبه جزیره عربستان به شدت ارزونه. در هر صورت با وجود اینکه ملت لیبی قذافی رو به طرز فجیعی کشتن، اما امروزه همشون میدونن که بدون این پروژه قذافی ادامه زندگی اونها تو این صحرا امکان نداشته و اگر این سیستم نبود باید آواره جاهای دیگه میشدن. حالا شاید بگین این که یک مخزن زیرزمینیه، بالاخره آبش تموم میشه. اما گفتیم که این بزرگترین مخزن آب زیرزمینی دنیاست و اگر ملت لیبی همین جوری مصرف کنه 4600 سال آب دارن. تنها موقعی که میشه مصرف این آب رو بالاتر برد و عمرش رو کوتاه‌تر کرد اینه که کشورهای همجبار هم که گوشه‌های این مخزن توی اونهاست چاه بزنن و بخوان از این آب برداشت کنن. کشورهایی مثل مصر، سودان و چاد، اما اونها هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارن. این پروژه هنوز در حال توسعه است و به عنوان یک شگفتی مهندسی دنیا شناخته میشه. اصلا این خودشو جا کرده بین عجایب دنیا و بهش میگن 8th دنیا. بعضیا میگن از این به بعد باید بگیم عجایب 8th، نه 7th. لطفاً نظراتتون رو به اشتراک بذارید، چون تو نظرات شما چیزهایی پیدا میشه که میتونه برای همه جالب و مفید باشه. نوبت به یک رودخانه دستساز دیگه رسید، کانال قوش تپه افغانستان. کانال قوش تپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و حتی منطقه است. شاید فکر کنید بعد از 50 سال جنگ و درگیری تو افغانستان این کشور جایی نیست که یک همچین پروژه‌ای توش پیاده بشه، اما این پروژه پیاده شده و تا به حال بیشتر از 50%ش هم ساخته شده. جالب اینه که این اولین پروژه عظیم در افغانستانه که خارجی‌ها توش هیچ نقشی ندارن. همه کارها توسط خود افغانستان انجام شده، از مهندسی و طراحی بگیر تا تامین بودجه و ساختش. هیچ از خارجی‌ها کمک گرفته نشده. حالا این کانال اصلا چرا ساخته میشه؟ این کانال قراره یک رودخونه 285 کیلومتری باشه. یک کانال عظیم که 115 متر عرض داره و 8.5 متر هم عمقشه. در مرزهای شمالی افغانستان یک رودخونه بزرگ وجود داره که به خاطر بزرگیش از قدیم بهش میگفتن دریا یا آمو دریا. یک رودخونه دیگه هم مثل این هستش که شمالتره که بهش میگن سیر دریا. البته وقتی اعراب به این منطقه اومدن به این دوتا رودخونه میگفتن سیحون و جیحون. خب برگردیم به رودخانه قوش تپه. افغانستان برای دریافت سهم آبیش از رودخانه آمو دریا تصمیم میگیره که این کانال عظیم رو بسازه. این آبراه دستساز شاهرگ حیاتی شمال افغانستان خواهد شد، چون تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های به وجود اومده به شدت شمال افغانستان رو خشک کرده. برای همین این قرار شاهرگ حیاتی اونجا باشه. همسایه‌های شمالی از این کار افغانستان اصلا خوششون نیومده و میگن برداشت اینقدر آب از آمو دریا
کل رودخونه رو صدمه میزنه. اما خیلی از کارشناسان و خود افغانستان میگن نه، هیچ صدمه‌ای به محیط زیست نمیزنه. جالبه که بدونید افغانستان با وجود اینکه سالهاست با آمو دریا هم مرزه، اما هیچ موقع از آب این رودخونه عظیم آنچنان استفاده ای نکرده، چون موقعیت جغرافیایی اجازه این کارو نمیداده، مگر اینکه یک همچین کاری میکردن و آبو با کمک کانال منتقل میکردن به طرف جنوب. اگر شما 30-40 سال پیش میرفتی شمال افغانستان، اصلا کمبود آبی وجود نداشته. آبهای زیرزمینی پر و پیمان و میتونستی راحت کشاورزی کنی. اما خوشسالی های چند سال اخیر شمال افغانستانو داره اصلا کویر میکنه. دیگه آبهای زیرزمینی هم جواب نمیده. برای همین این کانال باید ساخته بشه. این کانال وقتی آماده بشه به جمعیتی بیشتر از 1 میلیون نفر آبرسانی میشه و از طرف دیگه 55,000 هکتار زمین کشاورزی آباد میشه. قراره تو این زمین‌های آبی بیشتر گندم کاشته بشه. هدف نهایی هم اینه که افغانستان بشه تولید کننده گندم که حتی تا سال 2028 صادر کنه. این پروژه در مارس 2022 شروع شده و هدف اینه که تا سال 2025 کاملاً به بهره برداری برسه. هزینه کل پروژه رو برای خود افغانستان حدود 500 میلیون دلار برآورد کردن. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح عظیم با 500 میلیون دلار تموم نمیشه. اونها برآورد میکنن تا 1 میلیارد دلار هم میره بالاتر. کانال قوشتپه طوری طراحی شده که از بلخ شروع میشه و از حاصلخیزترین خاک های شمال افغانستان عبور میکنه. با این شاهرگ عظیم که به عنوان بزرگترین رودخونه دستساز آسیا هم شناخته میشه، زمین‌های سر تا سر مسیر آبیاری میشه و هدف 55,000 هکتار زمین کشاورزی مرغوب رو به نتیجه میرسونه. حالا چجوری این کانال رو دارن میسازن؟ کندن و خاکبرداری این کانال بیشترین زمان رو میبره. در حال حاضر 7,000 تا کمپرسی در اینجا کار میکنن که حدود 200 تا بیل میکانیکی هم اینها رو پر میکنه. مرتب جای کانال رو خاک برداری میکنن و میرن جلو. در حال حاضر بیشتر از 150 کیلومتر رو خاک برداری کردن. در قسمت های ابتدای کار کانال آماده شده و آب آمو دریا هم انداختن توش، اما جلوی آب فعلا مثل سد مانع داره. هر قسمت که تموم میشه میرن جلوتر، یک مانع جلوتر میسازن و مانع جلوی آب رو خراب میکنن و آمو دریا میاد جلوتر. کل کانال خاکیه و بتون توش به کار نمیره. کنده میشه، کوبیده میشه و آب میاد توش. بعضی کارشناسان میگن این طرح خیلی خوبیه و جواب میده. بعضی دیگه هم میگن نه، این اشتباهه و آب هدر میره. موافقا میگن اول از این که این آبی که اومده تو این کانال بیشتر از 100 کیلومتر رفته جلو، با این وجود در سطح آمو دریا هیچ تأثیری نذاشته، برای اینکه آمو دریا بسیار پر آبه. و میگن درسته که آب نفوذ میکنه تو زمین، ولی هدر نمیره، آبهای زیرزمینی منتقضیه میشه. موافقا میگن اینجا یک بیمه هم شکل میگیره و اگر خوشسالی بشه آب کانال کم بشه، میشه رفت دوباره سراغ آبهای زیرزمینی. خیلی از کارشناسان میگن افغانستان بهترین فکر رو کرده که این کانال رو داره خاکی میسازه، چون اگر میخواست بتونی بسازه بیشتر از 1 میلیارد دلار فقط پول سیمانش میشد و بیشتر از 1 میلیارد دلار هم بایستی خرج میکردن تا این بتون تو این کانال درست ریخته بشه. افغانستان هم کشور پردرآمدی نیست و اگر میخواستن کانال رو با بتون بسازن ده‌ها سال زمان میبرد. جالبه که بدونید در اون 100 کیلومتر اولی که آب داخل کاناله، اطرافش کشاورزی شکل گرفته و آب به تمام زمین‌های اون اطراف رسیده. عظمت این پروژه رو اگر بخوایم حساب کنیم، اینه که این 7000 کمپرسی در روز نزدیک 1 میلیون متر مکعب خاکو برمی‌داشتن، می‌بردن یک جای دیگه. حالا کجا می‌ریزن این خاکو؟ جاهایی که گوداله و نزدیک همونجاست. چون خاک نباتیه و زمین‌های کشاورزی رو هموار می‌کنه برای کشت بیشتر. این پروژه یک کار جالب دیگه‌ای که کرده اینه که تو دل مردم شمال افغانستان امید به وجود آورده. چون بعد از 50 سال جنگ و درگیری، الان تو همین پروژه مشغول کار شدن و بعد از این پروژه هم تو زمین‌هاشون کار خواهند کرد.
یک کار جالب دیگه‌ای که انجام شده اینه که شمال افغانستان برق آنچنانی وجود نداره. برای همین با صفحات خورشیدی به قسمت‌های مختلف برق دادن، به طوری که کشاورزی‌هایی که مشغول کار شدن، برق آبیاری و پمپاشون با این صفحات خورشیدی تأمین میشه. کمبود آب آشامیدنی و کمبود غذا به خاطر جنگ‌های طولانی مدتی که تو افغانستان جریان داشته باعث شده که گرسنگی هم زیاد باشه، اما این پروژه میخواد این گرسنگی‌ها و این کمبودها رو از بین ببره. بالاخره شاید بعد از مدت‌ها جنگ افغانستان سر و سامون بگیره و مشکلاتش رفع بشه.